نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز. امید که جور صحتمند و سرحال باشین و نیمه روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. باز هم خوش آمدین به برنامه زن و سلامتی. امروز باز هم من هدیه نصرت در خدمت شما قرار دارم و امروز مهمانم داریم. مهمان برنامه ما دکتر صاحب عادله اچکزه هستن. ایشان متخصص نسایی ولادی و همچنان فلوشپ نسایی ولادی در اشرفخانه ملاله می باشن و امروز قرار است در برنامه روی دوره نفاس صحبت های داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. نیمه روزتان بخیر. به نام خداوند متعال، سلام و احترامات خود خدمت شما و همه بیننده های محترم تلویزیون چراغ تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در پناه و عافیت خداوند متعال قرار داشته باشم. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. دکتر صاحب، میشه صحبت ما را از اینجا آغاز بکنیم که دوره نفاس چی هست؟ یک تعریف اگر داشته باشه. دوره نفاس به حالت گفته میشه که از ولادت پلاسنتا الی 6 هفته بعد از ولادت در بر میگیره. به این مرحله به نام دوره نفاس یا دوره پوستپارتوم نامگذاری شده. بله دکتر صاحب، چی مدت را در بر میگیره؟ دوره نفاس قسم که بیشتر گفتیم از ولادت پلاسنتا شروع میشه و تا 6 هفته بعد از ولادت ادامه پیدا میکنه و این یک مرحله است که دوباره خود اعضای تولید یعنی رحم و دیگه ارگان هایی که در تولد طفل رول داشته و مرحله قبل از ولادت برگشت میکنه. دکتر صاحب، در دوره نفاس کدام تغییرات در وجود مادر یا در عضویت مادر ایجاد میشه؟ در دوره نفاس تغییراتی که در عضویت مادر ایجاد میشه، اولین موضوع مهمش است که هورمون هایی که پلاسنتال لاکتوجن است، هومن پلاسنتال لاکتوجن و هورمون بیتا ایچ سی جی در روز اول بعد از ولادت به حالت قبل از هم یعنی میفته، سویش بسیار پایین میه و هورمون استروژن و پروژسترون هم در تقریباً یک هفته بعد از ولادت به حالت مرحله قبل از حاملگی قرار میگیره. سویه هورمون ها پایین میه، همچنان وزن رحم که در مرحله ترم یا فول ترم باشه 1 کیلوگرم می باشه، هفته اول به 500 میلی گرم کاهش پیدا میکنه یعنی نصف میشه و در 2 هفته بعدی اندازه رحم به اندازه میرسه که از طریق بدنی قابل جذب نمی باشه. حجم خون هم همونطور در پلازمایش و در دهنی قلبی هم تفاوت ها برقرار میشه و کل عضویت خود را به حالت قبل از حمل عیار میسازه. بله دکتر صاحب، در دوره نفاس بدن مادر به کدام امراض بیشتر مساعد میباشه؟ چون در مرحله نفاس خانم مقاومتش یکی هم در مرحله حمل هم در مرحله بعد از ولادت، مقاومت مادر نظر به حالت که حمل نداره پایین تر می باشه، از او خاطر در مرحله نفاس عضویت زیادتر به امراض مساعد می باشه. خانم هایی که حمل دارن یا در مرحله نفاس قرار دارن زیادتر اینا به امراض تنفسی مساعد می باشن. اگر در فامیلشان کسی امراض تنفسی داشته باشه چانسی که مبتلاشان بیشتر می باشه، همچنان چانسی که بنتانات نصاب شون بسیار زیاد می باشه، خصوصا خانم هایی که نزد اینا سزارین صورت می گیره یا طفل از طریق بطن گرفته می شه، چون اونجا یک شق صورت می گیره و یک ساحه باز می باشه، زمینه رو بر انتانات بسیار مساعد می کنه. خانم هایی که ولادت می کنن اونا هم در مرحله که پلاسنتا یا جوره خارج می شه، چون در این مرحله بسیار زیاد یک ساحه وسیع موجود می باشه که برای ساحه وسیع هست که در این ساحه وسیع انتانات امکان داره که داخل شوه، از او خاطر زمینه را برای انکشاف انتان و ایجاد تب در نزد مادر مساعد میکنه. خانم هایی که در نزد اینا خصوصا خانم های اول باری باشند در نزد اینا چون اپیستومی صورت میگیره، می خود اپیزیوتومی یک شق هست که برای که طفل خارج شوه اپیستومی صورت میگیره، این زمینه را مساعد میکنه برای مداخله انتان، پندیدگی ساحه، سرخی ساحه،
اگر مراقبت درست صورت نگیره. این خانم ها به مراقبت جدی ضرورت دارند و زیادشان به امراض مختلف مساعد می باشند، مثلا دیپ وین ترومبوز یا ترومبوز اوی عمیق و سطحی در نزد اینا زمینش مساعد می باشند. خانم هایی که حرکت کمتر میکنند بعد از ولادت، چه عملیات شده باشند چه ولادت کرده باشند، اگر حرکتشان محدود باشه اینا امکان داره که خون علقه کنه در رگایشان و خصوصا همین پای چپ رانش زیادتر مساعد می باشه که در اینجا درگش خون بند بانه و همین ران چپ خانم هم پوندیدگی پیدا کنم، سرخی پیدا کنم، حرارتش بلندتر باشه. بنان باید خانم ها تحرکیت مقدم زیاد در نظر بگیرن بعد از اینکه عملیات میشن، خصوصا اینا اگه حرکت کنن زیاد زودتر این به نفعشان است. در این حالت میتونه که هم مثانه خانم خوبتر فعالیت انجام بده، هم امایش خوبتر فعالیت انجام بده، هم خطر اینمی دیپ وین ترومبوز و خطر امبولی در نزد اینا کمتر باشه. خطر دیگه که در نزد خانم ها بوده میتونه، خصوصا خانم هایی که فیزیوتومی میشن یا پارگی ها در نای اجان یا معبل اینا پیدا میشه، یا خانم هایی که سزارین شدن، در نزد این خانم ها زمینه مساعد بره یکی بندش ادرار یا رتنشن ادرار موجود می باشه، چون اینا خصوصا اگر پارگی ها نزدیک به هلیل یا قسمت که ادرار خارج میشه وجود داشته باشه، یا شق ها زیاد باشه، پارگی ها زیاد باشه، اینا در یک حالت ترس به سر می برن. اینا نمی خواهن که ادرار کنن یا ادرار می ترسن به خاطری که فکر میکنن کوکایشان دوباره باز نشه و یا سوزش در نایه به وجود نبیه، یا ای که خود مثانه قدرت ایره که ادرار کنن تا یک چند ساعت از اسمت، خصوصا خانم هایی که اینا انستیزی گرفته باشن تا 6 ساعت خود نمیتونن که اینا، از اون خاطر برشان کتر تطبیق میشه. و خانم هایی که نمی پارگی ها رو میداشته باشن، خطر ای که بندش ادرار دنست اینا به وجود بیاد زیادتر میباشه، که اینا باز به مراقبت ها ضرورت دارن. اینا باید عاجلا به شفاخانه مراجعه کنن تا ای که اموتون مثانه خراب نشه، بتانه مثانه و از به صورت مثانه بسیار ادرار جمع شود، تونش خراب میشه و داینده به اینا تخریبات مثانی ایجاد میشه که مشکلات ایجاد میکنه. اینا باید مقدم مراجعه کنن. و مشکل دیگه مشکل اما میباشه خانمایی که مایات کافی نمیگیرن، خانمایی که غذای کافی و نمیگیرن، غذایی که سبب قبضیتشان میشه، مثلا لوبیا، کیله، غذایی که قبضیت به وجود میاره، و یا مایات کافی نمیگیرن، زمینه بره قبضیت ده اینا بسیار زیاد است. اینا باید مایات کافی بگیرن، میوه باب بگیرن، غذایی که دارای فایبر باشن زیاد استفاده کنن، غذاهای ترکاری باب زیاد استفاده کنن تا از قبضیت ده نزد اینا جلوگیری به عمل بیایه. به خاطر اینکه اینا قبض باقی میمانند در مرحله بعد از ولادت نیست، این قبضیت ادامه پیدا میکنه که باز به خانمهایی که مثلا شقها یا بریدگی ها داشتن و ترمیم شده و یا سزارین شده باشند و یا دنای محبل یا پرینیوم اینا یا ایجان اینا شق صورت گرفته باشه و اینا اپیستومی شده باشند، این خانم ها باز برشان مشکل ایجاد میشه. از خاطر باید قبضیت نزد اینا جلوگیری به عمل بیاد. وقتی داد امراض دیگه است، مثلا افسردگی هاست که باز بعدا سرش صحبت میکنه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیز، حالا هم یک وقفه خیلی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و برنامه همچنان ادامه داره. صحبت ما را درباره نفاس یا دوره مراقبت های بعد از ولادت ادامه میدیم. خب دکتر صاحب، در رابطه با افسردگی اشاره داشتین، خانمایی که یعنی دوره بعد از ولادت، خانمایی که دچار افسردگی میشن باید چیکار را انجام بدن؟ دوره بعد از ولادت دوره است که وضعیت مادر اون مقاومت را که قبل از حمل داره، دوره حمل و بعد از ولادت مقاومتش معافیتش پایین تر می و اینا بیشتر مصاحب به افسردگی می باشن. این خانم ها ضرورت به ای دارن، این مادرها، که از طرف فامیل، خصوصا از طرف شوهر و از طرف فامیل خود مورد حمایه قرار بگیرن و همچنان از طرف جامعه طبی که دکتران و قابله ها می باشن
و کارمند سی هم باید مورد سپورت یا کمک قرار بگیرن تا بله اینکه یه افسردگی در نزد اینا انکشاف نکنه و همچنان از نظر غذایی اینا باید تغذیه بسیار خوب داشته باشن، به خاطر که افسردگی زیادتر در نزد خانمایی که کم خون می باشن و خانمایی که بله مصاب سوء تغذیه هستن زیادتر افسردگی امکان داره به وجود بیایه، و خانمهایی که از نظر پرابلم های فامیلی در نزد اینا مشکلات و پرابلم های فامیلی هست، مشکلات اقتصادی است، در نزد اینا زیادتر امکان داره که افسردگی ایجاد شد، و خصوصا در جامعه ما شما که یک جامعه سنتی است و کسایی که مثلا دختر زیادتر ولادت میکنه اینا زیادتر و تشویش ها و و افسردگی ها زیادتر زمینه مساعد دارن، چون که جامعه ما اکثرا مردم علاقمند نیست که سر داشته باشن. بله بنان باید همراهی خانم ها بسیار کمک ضرورت بگیره، و خاطر نظر به ریسرچی که در امریکا صورت گرفته در تحقیقات نشان داده که بله در او کشور هم خانم ها تعداد زیادشان مصاب به افسردگی شدن، و کسایی که تداوی دقیق در نزد اونا صورت گرفته نتیجه بسیار عالی و خوب داده، اما کسایی که تعقیب نشدن امکان خودکشی یا از بین بردن و صدمه زدن به عضویت خودشان هم در نزد اونا زیاد بوده، که یک تعداد خانم هایی که بعد از ولادت دیده شده اونا و دفتن به می کار حادث زدن، حتی خودکشی در نزد اونا دیده شده. بله دکتر صاحب، در رابطه با مراقبت های بعد از ولادت اگر صحبت کنیم که چگونه باید صورت بگیره و خانم ها باید چگونه چی نکات را باید مراقبت کنیم؟ مراقبت های بعد از ولادت یکی توسط جامعه طبی است که در خود شفاخانه صورت میگیره، بله یکی مراقبت هایی است که بعد از ولادت توسط خود خانم ضرور است که نکات در نظر بگیره. مراقبت هایی که در شفاخانه صورت میگیره، خانم هایی که ولادت طبی میکنند لااقل در همون کشورهای مدرن مثل امریکا و دیگر کشورها هم تا 6 ساعت اینا نگهداشت میشن، که اگر بیشتر نگاه شون بهتر است، ولی تا 6 ساعت یه خانمی که بیخی ولادت نرمال داره نگهداری بله. میشه. خانم هایی که در نزد اونا سزارین صورت میگیره، یک الی دو روز بعد از عملیات در شفاخانه اینا تحت مراقبت می باشند، ولی در کشور امریکا قسمی که تحقیقات صورت گرفته اونا بر مدت 10 روز توسط یک قابله خانم تعقیب میشه که اینا چی بله. مشکلات دارن، در صورتی که هیچ مشکل نداشته باشن لااقل 2 ویزیت یا 3 ویزیت نزد اینا صورت میگیره و در خانه اینا زیر مراقبت میباشن، در صورتی که پیش اونا و تا 6 هفته بعدا هم توسط کارمند صحی اینا تعقیب میشن. ولی اگه اینا مشکلات زیادتر داشته باشن باید عاجلا شفاخانه را در جریان بگذارن و دوباره مراجعه کنن. مراقبت هایی که خانم ها میتونن انجام بدن، اینا اولین چیز که برای خانم بسیار مهم است شیردهی است، که بله. باید برای طفل صورت بگیره و دقیقه اول بعد از ولادت که شیردهی صورت میگیره ایره به نام دقیقه طلایی یاد کردن، که هم برای طفل بسیار خوب است، چون شیر مادر حاوی بسیار مواد مفید است، حتی به نام واکسین یاد شده، و هیچ چیز به اندازه شیر مادر مفید در دنیا معادلش وجود نداره، که باید شیردهی مقدم کنه خانم، به خاطر که اینمی مواد که در قسمت اول شیر است در روزهای اول افراز میشه که به نام فلیات میشه، کلستروم یه حاوی بسیار مواد مفید است و حتی به نام واکسین یاد شده، برای طفل بسیار مفید واقع میشه از این استفاده کنه، و همچنان مادر باید بعد یکی شیردیز و دیگه مراقبت ناف طفل است، که متوجه ناف طفل خود باشه که ناف طفلش خشک باشه، از انداختن هیچ گونه مواد که سابق مثلا سرخی بود دیگه و دیگه هم انداختن در ناف طفل، باید قطعا از انداختن پودر سرخی از انداختن هر چیز و ناف طفل خودداری کنید، چون این مستقیم به طفل در تماس می باشه، ناف طفل خشک نگاه کنه، کوشش کنه که از طرف دادق از طرف صبح دادق از طرف دیگر درجه حرارت اتاق هوا بده تا زودتر خشک شد و زودتر بفته و ایره بسیار پاک نگاه کنه. برعلاوی این موضوع نه تنها به طفل
متوجه باشه مادر، بلکه به خود هم متوجه باشه، یعنی نظر به خواهش طفل اگر روز 20 دفعه 30 دفعه هم باشه، بله طفل باید شیر بده، هر قدر از طرف شب برای طفل مادر شیر میته و نمو قدر خطری که زودتر حمل بگیره کمتر می باشه و به صحت خود طفل هم مفید واقع میشه. بحث شیردی یک بحث بیخی علایده است که پاس اگه زندگی بود انشالله در برنامه آینده سر شیردی و فوایدش میشه صحبت کنیم. فعلا میخوایم اشاره کنم برتان که خود مادر هم باید متوجه صحت خود باشه. اول تغذیه مادر است، مادر که ولادت میکنم متوجه تغذیه خود باشه، اونمون که در دوره حمل باید روز 5 مرتبه 6 مرتبه به مقدار کم غذا میگیره، در دوره بعد از ولادت میتونم تو به مقدار کم زود باید غذا بگیره، چون بر علاوه ای که خودش ضرورت خودش مرپوشه، یک طفل نیست که از شیر میگیره مواد مفیده عضویت زیبه طفل نقل میکنه، باید به اون مقدار ویتامین ها و منرال ها و مواد مفیده را مادر بگیره تا عضویتش تغذیه شود. مواد غذایی که او را تقویه میکنه و از کمخونیش جلوگیری میکنه مثل ترکاری باب و بوبات، شیر باب و بله. خرما، کشمش سرخ، سیب سرخ، انار، میوه های مختلف، یعنی هیچ میوه فارغ از مواد مفیده نیست، باید از همش استفاده کنه. مادر باید در ابتدا از غذایی که نرم و گرم می باشه و صحی است استفاده کنه و خود مادر هم خود باید گرم نگاه کنه، بسیار پاک نگاه کنه. اگر اول باریس و اپیستومید نزدی صورت گرفته یا شب بنایی جانش وجود داره باید ایره بسیار پاک نگاه کنه. اگر احساس درد میکنه امکان داره از تطبیقات سرد، مثلا اگر ساحه دردناک باشه از تطبیقات سرد دمو ساحه استفاده کنه. اگر شیب میته و سینهش دردناک است هم میتونه که از تطبیقات سرد دمی ساحه استفاده کنه تا ای که مادر هم یک حالت راحت داشته باشه و دیگه ای که بسیار پاک خود نگه کنه. نایی که شق شده ایده باید بسیار کوکای خود پاک نگاه کنه، اگر عملیات هم شده کوکای خود باید پاک نگاه کنه. نیم ساعت صبح نیم ساعت دیگر باید هوا بده دمو اتاق زخم خود و زیاد حرکت کنه و تغذیه کنه خود. بله. در پالوش خانم اگه احساس میکنه که اینمی ساهی کوکایش چی عملیات شده باشه، چی ولادت کرده باشه، سرخ شده باشه کوکا، افرازات چرکین از این آیه خارج میشه، باید عاجلا به دکتر مراجعه کنه و دیگه اینمی پدها یا پامپر یا کوتکس که داره باید زود رو بدل کنه. زیادتر کوشش کنه با آب مجور، اگه آب ملایم شیرگرم باشه با این آب زیادتر کوشش کنه طهارت استنجا بزنه تا از مداخله انتان جلوگیری شود و دیگه سهار خشک نگاه کنه. بله دکتر صاحب، خانم ما باید کدام نکات بهداشتی را رعایت کنه؟ اون قسمی که پیشتر گفتم باید اینا پمپر خود زود تبدیل کنن، سهار پاک نگاه کنن و در تغذیه خود کوشش کنن، از کمخونی در نزد اینا باید زیاد جلوگیری شود. در صورتی که یک خانم از 7 گرام ایش بیش پایین تر می باشه باید عاجلا مراجعه کنه دوباره و شفاخانه، اولی خب باید در شفاخانه چک شوه، اگر پایین می باشه باید خون تازه به خانم داده شوه، اگر نه که بازم از نظر به بیوار یا از دام شفاخانه از نظر مانده باشه باید خودش دوباره مراجعه کنه تا خون به ای داده شوه. غیر از اون اگر 7 گرام بیشتر است باید از مستظرات آهن و که در ترکیب خودم آهن و هم فولیک اسید داشته باشه به هدایت دکتر باید استفاده کنه تا از کمخونی در نزد خانمو جلوگیری به عمل بیاره. دکتر صاحب، در رابطه با مراقبت های نوزاد بعض اشاراتو داشتین، میشه روی مراقبت های نوزاد صحبت کنین که بر بیننده های عزیز ما بیشتر وضاحت داده شد؟ مراقبت های نوزاد قسمت بیشتر گفتم باید امی شیردهی که به نوزاد صورت میگیره نظر به تقاضای طفل باشه. بله. هر وقت که طفل بخواه بر شیردهی شود تا اینکه تغذیش درست صورت بگیره. اگر طفل خواب می باشه میشه کف پایش مادر به ملایمت مالش بده تا اینکه طفل بیدار شد و برش شیر داده شد و همچنان قسمت بیشتر گفتم ناف طفل باید مراقبت شد که خشک نگه داشته شد تا اینکه چرک نکنه و دائم سرخی پیدا نکنه. بله. افرازات چرک از ناف طفل خارج نشه ایره باید بسیار پاک نه. اگر در صورتی که افرازات چرکین از ناف طفل خارج میشه عاجلا باید به دکتر نوزادا
مراجعه کنه و کوشش کنه که همیشه از کلاه برای طفل استفاده کنه. بله. اگر موسم زمستان باشه کلاه پشمی و اگر بهار یا تابستان باشه از کلاه نخی برای طفل استفاده شود تا زیای حرارت در نزد طفل جلوگیری به عمل بیاید. به خاطر بله. طفل نوزاد زیادترین حرارت از رای سر یا از رای سر خود سایه میکنه، باید گرم نگه داشته شود طفل. با وجود که هوا گرم باشه باید طفل یک اندازه گرم نگه داشته شود، به خاطر که جلد طفل اون شحم تحت جلدیش کمتر است نظر به کایلا. کسایی که بزرگ هستن اونا شحم تحت جلدی زیاد دارن، اونا در مقابل حرارت مقاومتشان زیاده، ولی از طفل هم شحم تحت جلدیش نازکتر است و این زود حرارت میگیره طفل، زود زایه میکنه. یک بله. درجه حرارت بسیار مناسب و خوب که کم گرمتر باشه باید به طفل در نظر گرفته شود. همچنان باید مادر مراقب باشه که اگر طفلش آیا ادرار میکنه نمیکنه، بله. آیا ناحیه مقعدش عمل در 3 روز اول امکان داره که یک عمل سیارنگ طفل خارج بسازه که اونمو عبارت از عمل طفل رنگ سیارنگ میداشته باشه قابل تشویش نیست. و همچنان همیشه کوشش کنه که روی طفل وضعیت جنبی بده تا در 2 روز اول که چیزایی را که بلا کرده خارج بسازه. مراقبت نوزاد موضوعات دیگر هم در بر میگیره که میشه باز در برنامه آینده سر زیادتر صحبت کنیم. بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیز، باز هم یک وقفه خیلی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و برنامه همچنان ادامه داره. دکتر صاحب با ما هستن و صحبت های ما رو ادامه میدیم. دکتر صاحب، در رابطه با بعض علائم خطر بگوین که خانم ها متوجه باشن که کدام علائم میتونه خطر باشه و به نزد دکتر باید مراجعه کن. علائم خطر در نزد خانم های بعد از ولادت چندین چیز بوده میتونه. مهمترین زی پی پی ایچ یا پوستپارتوم هموراژ یا خونریزی های بعد از ولادت است. خونریزی های بعد از ولادت در صورتی که خانم در شفاخانه باشه تعقیب میشه، جلوگیری به عمل میه، ولی در صورتی که اینا رخصت میشن و در خانه مراجعه میکنن و در نزدشان از 24 ساعت اول بعد از ولادت تا 6 هفته بعد از ولادت خونریزی واقع میشه، ایره به نام خونریزی های بعد از ولادت یا پی پی ایچ یا پوستپارتوم مراجعه میکنن که میتونه مقدم و مؤخر باشه. که مقدمش 24 ساعت اول در بر میگیره و بعد از 24 ساعت تا 6 هفته به نام خونریزی های مؤخر یا لیت پی پی ایچ یاد میشه. که در صورتی که در نزد خانم که ولادت کرده خونریزی واقع میشه، خانم باید عاجلا به دکتر مراجعه کنه، به خاطر که خونریزی ها میتونه بسیار خطرساز باشه و سبب مرگ مادر شود. در کشور ما و شما اولین علت مرگ و میر مادرها را همی خونریزی های بعد از ولادت تشکیل میده که میتونه که به صورتی که دکتر چک میکنه میتونه که پارچه باقی مانده باشه، پارچه پلاسنتا یا جوره، که این هم سبب خونریزی میشه. انتانات هم میتونه خونریزی ها رو در نزد خانم ها بعد از ولادت ایجاد کنه و پارگی ها هم که در رحم یا ایجان یا محبل خانم باشه میتونه که سبب به وجود آمدن خونریزی های شدید که حتی خطر مرگ به خانم داشته باشه شوه، که خانم باید در این موضوع متوجه باشه. موضوع دوم که قبلا اشاره کردیم دیپ وین ترومبوز یا ترومبوز ورید عمیقه یا سطحی بود که در نزد خانم ایجاد شده میتونه، این هم خطرساز است. خانمایی که آفات تنفسی داشته باشن و یا خانمایی اگر آفات تنفسی هم ندارن، اینا سزارین میشن، عملیات میشن، از اثر تطبیق دوای انستیزی در نزد اینا یک حالت اتلکتاز است وجود میشه، یک حالتی که آفات تنفسی امکان داره در نزد زیاد تحساس کنه، در نزد امکان داره که سرفه زیاد پیدا شه و نمونیا به وجود بیایه. در این حالت ها خانم در صورتی که مت یک حالت نزدش ایجاد شه و عاجلا مراجعه کنه. و حالت دیگه پوست سپاینل هدک گفته میشه یا پوست انستیزیا هدک، و حالت گفته میشه که خانم که بعد از یک سزارین شده و خانم که انستیزی گرفته در جریان عملی سزارن، بعد از سزارین نزد اینا یک سردردی شدید ایجاد میشه، که در این حالت هم باید نزد دکتر مراجعه کنه با گرفتن مایعات کافی و خوردن چای سیاه و قهوه
میتونه که رفع شود. در صورتی که می هوا باید خانم کمتر صحبت کنه، اگر خانم که سزارین شده این حالت مقابلش یعنی با او مواجه میشه و با وجود گرفتن مایات و قهوه و چای هم اینا بهبود پیدا نمیکنن، عاجلا باید به شفاخانه مراجعه کنن تا تداوی لازمه نزد توسط دکتر نزدشان صورت بگیره. و فاکتورهای خطر در خانمهایی که ولادت کردن، چاقی هم یک فاکتور خطر است. فشار بلند با حمل هم میتونه خطر بسیار حیاتی را به خانم داشته باشه، که هفته گذشته سر از او همه جانبه صحبت کردیم. یعنی خانمی که در نزدش یک سردردی شدید به وجود میاد، یا دلبدی و استفراغات به وجود میاد، و یا سوزش صندوق سینه در نزدش ایجاد میشه، یا یک پوندیدگی زیاد در دستا و روش ایجاد میشه، ای باید عاجلا به دکتر مراجعه کنه، به شفاخانه مراجعه کنه، که این هم خطرساز میباشه. و یا اگر خانمی که عملیات شده و یا در ناحیه جانش پارگی ها داره و یا قیچی شده، پیستومی شده، همین ناحیه چرک پیدا میکنه، این هم ضرور است که حتما باید پیش دکتر، یا بسیار دردناک باشه. درد خفیف خب بعد از هر سزارین امکان داره، بعد از هر عملیات وجود داشته باشه، ولی اگه درد شدید است و یا افرازات چرکین در نزد زیبه وجود می عاجلا باید به دکتر مراجعه کنه. دیگه موضوع انیمیا یا کمخونی است که بیشتر برش اشاره کردیم. خانمایی که مصاب سوء تغذیه هستن یا بسیار انیمیک و کمخون هستن، اینا در صورتی که میبینن ایج بیشن کمتر از 7 گرام باشه، اینا عاجلا باید به شفاخانه مراجعه کنن تا با تطبیق خون تازه خطر حیاتی از نزد اینا برطرف شود. دیگه یک تعداد حالات دیگه قبلا توبت کردیم، افسردگی ها بود. بله. که در هر حالتش باید اینا عاجلا پیش دکتر به مراجعه کنن، تا یکی که در مرحله نفاس، که یک مرحله بسیار نازک است، یک مرحله بسیار اساس است، خطر حیاتی به اینا واقع نشه و سبب مرگ خانم نشه. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیز، امیدوار هستم این نکات را مراعات کنین. خب دکتر صاحب، در رابطه با فاصله دهی بین ولادت ها صحبت کنین که باید چی مدت باشه، چی مدت بین ولادت ها فاصله باید داشته باشه. از نظر دین اسلام هم که دین بسیار مقدس و پاک ما شماست، گفته شده که یک طفل باید تا 2.5 سال بر شیر داده شود. که تا 2.5 سال اگر خانم به طور منظم بر طفلک خود یک مادر شیر میده و خصوصا از طرف شبانه باشه، این شیر دهی خطر گرفتن حمل در اینا کاهش پیدا میکنن. ولی خانم های رو دیدیم که هم شیر میتن به طفلشان، هم حمل برشان واقع شده. اینال باید این خانم ها قسم کنن تا 21 روز اول خود اینمی شیر دهی میتانه که از تخمه گذاری جلوگیری به عمل بیاید. ولی بعد از 21 روز اینا میتانن که از only contraceptive pill progesterone، که اینا پروژسترون است و در ترکیب خود استروژن نداره، استفاده کنن، اون به هدایت دکتر باشه تا ای که شیرشان کاهش پیدا نکنه. از تابلیت هایی که کمباین اورال کانترسپتیو است و در ترکیب خود استروژن داره باید قطعا جلوگیری شود، بخاطر ای که خطر دیپ وین ترومبوز یا دی وی تی رو در نزد اینا زیاد میکنه. کم پیشتر علائمش گفتیم که پوندیدگی پای ران چپ بود با گرمی و حرارت، یا که از این باید جلوگیری به عمل بیه، از این تابلیت ها استفاده نشه. و دیگه شیر مادر را کاهش میده که از این میتود استفاده نشه، میتونن که از یک تعداد میتود های دیگه نیز استفاده کنن تا 2 سال کوشش کنن که حمل نگیرن، تا زیادشان امو مصرف که شده در دوره حمل و در دوره بعد از ولادت امو انرژی را که ضایع کردن اینا دوباره به دست برن تا آماده به گرفتن حمل بعدی شوند. بنان این میتود است که میتونه خانم استفاده کنه. دیگه میتود هم وجود داره با مراجعه به دکتر میشه که از او استفاده به عمل بیاره. بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در رابطه با واکسینا نزد مادر اگر صحبت کنین که باید کدام واکسینا رو تزریق کنه؟ خانمایی که حمل دارن یا ولادت کردن، در نزد این خانما واکسین هپاتیت میشه اجرا شوه. خانمایی که و او در شیردهی هیچ گونه اگر بعد از ولادت واکسین هپاتیت بی استفاده میکنن، میگیرن، در شیردهی هیچ گونه ممانعت نمی داشته باشه.
و در صورت که خانم میخواه واکسین روبلا کنه، این خانم هم میتونه که به طفل خود بعد از واکسین شیر بده، ولی از گرفتن حمل تا 3 ماه خودداری کنه، به خاطر اینکه باز تیراتوجینی داره و سبب سوی اشکال طفل شده میتونه تا 3 ماه بعد حمل نگیره. همچنان از واکسین هپاتیت بی در دوره حاملگی نیست خانم استفاده کرده میتونن، خانم واکسین های تیتانوس نیست میتونن که 5 دوره داره، باید در دوره حمل حتما بگیرن که با مراجعه به کلینیک های حمایت طفل مادر این مشکلشان رفع میشه و شیردی هیچ گونه مزاد استتباب در این دوره نفاس نمی باشه، میتونه با اخذ واکسین ها هم شیردی خود ادامه بده. بله. و همچنان یک طفل که از یک مادر مصاب زردی سیاه تولد میشه، مادر باید شیردی خود برش ادامه بده، هیچ گونه خطری برشان نمی باشه. بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین. اگر در آخر پیام داشته باشین که خانم های عزیز متوجه باشه. تشکر از شما و برنامه خوب شما که با استفاده از این برنامه در نقاط بسیار دوردست خانمایی که سواد ندارن یا فامیلایی که با سواد کافی ندارن میتونن که استفاده کنن و این صحبت ها هم یک خیر دنیوی و هم اخروی رو با خود داره که شاید از اینا زیاد استفاده کرده بتانه و بسیار مفید برشان واقع شوه. پیام ما بر فامیلای محترم ای هست که و خانم های حامله و خانم هایی که ولادت کردن و مادرها و بر فامیلایشان خصوصا شوهرایشان ای هست که باید همیشه با خانم های خود اینا کمک کننده باشن، به صحتشان متوجه باشن، اگر کوچکترین مشکل نزد خانم ها پیدا میشه و ایره سطحی فکر نکنن، با مراجعه به دکتر و شفاخانه ها مشکل حل بسازن و خصوصا نقاط دوردسته که در اونجا پرابلم ها هست، در مورد راه هست، در مورد امنیت هست، در مورد وسایل نقلی هست که اینا نمیتونن به موقع خدا برسانن، در نقاط دوردست هستن، میشه که با شنیدن این برنامه ها استفاده کنن و فامیلاشان خصوصا بسیار باید متوجه صحت مادرها باشه، متوجه صحت طفلای خود باشه تا ای که یک مادر صحتمند و طفل صحتمند، اینا مادر صحتمند باشه و طفل صحتمند باشه و از خطرات و از گزندات در امان باشه. امیدوار هستم که خدا کنه یک صلح سراسری به و این مشکلات به خیر حل شد. سلامت باشین دکتر صاحب. بیننده های عزیزی بود داشته های امروز برنامه ما که دکتر صاحب عادل چکزای در رابطه با نفاس و مراقبت های بعد از ولادت صحبت های بسیار عالی داشتن. انشالله که شما خانم های عزیز متوجه باشین. تا برنامه بعدی که باز من هدیه نصرت در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتون.